Well, نخستین واکنش من این است که کشتار افراد ادامه یافته است افغانستان 20 سال جنگ را پشت سر گذرنده است و طبق توافقی که با طالبان صورت گرفته بود باید کشتار متوقف می شد اما نه جنگ و نه بیچارگی مردم ختم شده است و آنها به با کشتار ادامه می دهند که بسیار مصیبت بار است شما در پرسی تخلیه متحدین افغان نیست هم داشتین شما پس از شش ماه هنوز هم در واشنگتن تمایل بر نجات متحدین افغان که عقب ماندن وجود دارد؟ باید بگویم که دو بخش است در واشنگتن مقامات حکومتی وزارت خارجه و وزارت دفاع و سایر دوایر حکومتی در تخلیه نقش دارند اما این مسئله مهم است که شماری از گروهها بنیادهای غیر گروه های سربازان پیشین، اطبای امریکایی و غیره نیز به تلاش های خود برای نجات متحدین افغان ادامه میدهند. این تلاشها ها به سطح رسمی و غیررسمی برای نجات افغانها و جاگزین ساختن آنها در جاهای امن ادامه دارد. و تلاش های بزرگتر در داخل آمریکا برای اسکان مجدد افغانهایی هایی که آمدن و یا از راه می رسند نیز ادامه دارد. طالبان اعلام نمودند که به های دولتی بازی بازگوشایی می کنند و این گروه بارها از جامعه جهانی خواستار به رسمیت شناختن شدند و در واشنگتن جمهور بایدن نیست برای آزادی یک زندانی آمریکایی به این مسئله اشاره کرده است به نظر شما این وضعیت برای طالبان جای امیدواری می دهد که به زودی به رسمیت شناخته می شوند بسیار مهم است که ما شاهد پیشرفت واقعی طالبان باشیم نه اینکه فقط به اظهارات آنها گوش کنیم من از بخش های استخباراتی نیز شنیدم که طالبان به دختران یا دیگر افراد اجازه می دهند که دوباره به مکتب و ها بروند اما تا اکنون چنین کار را نکردند تا زمانی که دختران دوباره به مکتب نروند حرف های طالبان که یک شریک قابل اعتماد برای ما نیست قابل باور نیست ما هر از طالبان میشنویم انتظار عملی کردن آن را داریم و با باید در عمل نشان بدهند که از حقوق زنان و حقوق بشر محافظت می کنند. کشتار را متوقف می سازند و اقداماتی را برای رسیدن به هدف به رسمیت شناختن توسط جامعه بین المللی عملی می کنند. کانگرسی ایالات متحده هنوز روی مسئله تخلیه با هر افغانستان تحقیق می کند و روز چهار شنبه وزیر خارجه و وزیر دفاع هر دو در برابر قانونگذاران آمریکایی در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور می انتظار شما است این فرصتی است که هر دو مقام ارشد کشور به طور علنی با مقامات کانگرس صحبت کنند بدون اینکه بخواهند برای امریکایی ها در مورد برخی رویدادها توضیح دهند که چه اتفاقی افتاد چه طور شد و چرا این طور شد نمیدانم که ما می توانیم به جزئیات اتفاقات زمان خروج نیروهای امریکایی دست پیدا کنیم یا خیر اما باید بیشتر بفهمیم که چرا خروج با وضعیت بسیار بد انجام شد دلایل آن چی بود و چه مسائل باید در نظر گرفته می شد تا همچون مشکلات با خروج امریکا از افغانستان به بار پس از خروج قوای امریکایی از افغانستان شمار از اسلحه و تجهیزات نظامی در افغانستان باقی ماندند اخیرا اعضای جمهوری خواهی کانگرس در نامه با عنوان جمهور بایدن خواستند تا بر استرداد این لوازم تصمیم بگیرد آیا امکان دارد که وسایل دوباره از طالبان بگیرند فکر نمی کنم که امکان داشته باشد ما کدام پاداشی در بدل آن برای طالبان نمیدهیم که آنها اسلحه یا وسایل نظامی را برگردانند صادقانه بگویم که بسیار تصمیم دقیق از جانب ایالات متحده و ناتو اتخاذ شد که چه نوع سلاح ها در افغانستان باقی بمانند به خاطر که انتقال این سلاح ها هزینه و تلاش های زیاد در بر می داشت. شماری از این سلاح‌ها ها منهدم و برای طالبان فایده ای ندارد ما شاهد بودیم که قوی افغان بدون کمک ما توانایی استفاده و ترمیم آن را نداشتند به همین خاطر باقی ماندن این سلاح به دست طالبان فایده ای ندارد فکر نمی کنم که واقعی خواهد بود که از طالبان انتظار داشته باشیم که بخواهند سلاح های امریکایی و شرکای ما را در بدل پول یا به رسمیت شناختن به سایر کشورها باگذار کنند.